اتحادیه اروپا اعلام کرد که هیچ قرار ملاقاتی با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران برای روز پنجشنبه در بروکسل در نظر نگرفته است. دیروز ای یکشنبه برخی نمایندگان مجلس اسلامی ایران به نقل از حسین امیر عبداللهیان اعلام کردند که ایران قصد دارد پنجشنبه آینده مذاکرات اتمی خود را در بروکسل از سر بگیرد. پیشتر جوزف بورل نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز آمادگی خود را برای ملاقات با نمایندگان ایران اعلام اعلام کرده بود امروز دوشنبه 18 اکتبر سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ناگهان گفت که هدف از ملاقات روز پنجشنبه با نمایندگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سرگیری مذاکرات اتمی نیست بلکه گفتگو بر سر شرایط از سرگیری این مذاکرات است و به همین منظور قرار است علی باغری عازم بروکسل شود ساعتی بعد سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به خبر سفر علی باقری به بروکسل گفت اتحادی اروپایی هیچ جلسه با علی باقری برای پنجشنبه آینده در نظر نگرفته است و فعلا نمیتواند تایید کند که چنین جلسه ای کی و کجا برگزار خواهد شد دیروز یک شنبه هفدهم اکتبر نجمالدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران تلویحا اعتراف کرد که جمهوری اسلامی ایران هنوز روشن نمیداند که در مذاکرات احتمالی وین از چه الگویی پیروی کند به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی موضوع این مذاکرات در نشست غیرعلنی دیروز مجلس نیز مطرح و قرار شد با همکاری دولت مجلس و دستگاه های زیربت از جمله شورای عالی امنیت ملی بهترین الگو بر اساس سیاست های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی بررسی و در مذاکرات آینده پیش برده شود همزمان اما محمد مرندی که ایرنا خبرگزاری دولت با او به عنوان تحلیلگر مسائل آمریکا گفتگو کرد اظهار داشت که اروپایی ها و آمریکایی ها خواستار یک توافق تازه هستی فراتر از توافق سال 2015 هستند و در تلاشند که ایران توافق جدیدی را بپذیرد که بر اساس آن هم برخی مفاد توافق قبلی تغییر یافته و طولانی تر شود و هم به مذاکرات منطقی و موشکی گره بخورد محمد برندی در ادامه افسود که حکومت ایران تا کنون مقابل این خواسته مقاومت کرده و آن را نپذیرفته است تحلیلگر ایران معتقد است که اروپا و آمریکا نخواهند توانست چنین توافقی را به حکومت ایران تحمیل کنند چون به گمان او دستشان خالی است تحلیلگر ایرنا در توضیح این نظر گفته است آمریکایی ها از افغانستان عقب نشینی کرده و در تلاشند تا حضور خود را در خاورمیانه کاهش داده و بیشتر بر چین و رویارویی با آن متمرکز شوند این اهم به گفته تحلیلگر خبرگزاری دولت مستلزم آن است که آمریکا هزینه خود را در غرب آسیا کاهش دهد که به گمان او شامل کاهش و کنترل تنش و تقابل با ایران می شود این فرضیات کارشناس ایرنا را به این نتیجه رسانده که غربی ها نیازمند توافق با ایران هستند محمد مرندی تلویحا گفته است که ایران می تواند از طریق ایجاد بی در عراق باعث افزایش قیمت نفت بشود که به گفته او برای اقتصاد اروپا خطرناک است او گفته است ایران میداند احتمال افزایش قیمت نفت و بیثباتی در عراق تا چه اندازه برای اروپایی ها خطرناک است تحلیلگر ایرنا سپس گفته است که این موارد نیز به انزیک مورا فرستادی ویژه اروپا در جریان سفر اخیر وی به تهران از جانب جمهوری اسلامی یادآوری و در نهایت سریع هم به او گفته شد که تنها راه احیای توافق هسته ای رفع کلیه تحریم ها و صرف نظر کردن از زیادی خواهی و حتی پرداخت قرامت به ایران است محمد مرندی سه کشور اروپایی امضا کننده برجام را در مقابل آمریکا بی اراده و در این حال منافجو توصیف کرده و گفته است انتظار ایران از اتحادیه اروپا این است که آنها به فکر منافع خودشان باشند آنها در این سالها قربانی سیاست های آمریکا شدند با این حال محمد مرندی در پایان گفته است که او گمان نمی کند که اروپا و آمریکا ارادی برای دست برداشتن از زیادی خود داشته باشند در هر حال به نظر می رسد که لغو ملاقات علی باقری در بروکسل حاوی این پیام از سوی اروپاست که فرضیات تهران لزوما درست نیستند